چرا گوشی شیائومی نوت 9 پرو ساخت جدید رو نگیریم؟ 11 تا دلیل بهتون میگم که این گوشی رو نخرید. تا آخر این ویدیو همراه باشید. سلام رفقا، امیدوارم که حالتون خوب باشه و کنار خانواده همیشه خنده روی لب باشه. شیائومی نوت 9 پرو حدود یک سال وارد بازار شده. اوایل استقبال خوب و فروش بسیار عالی داشت، گوشی فوق‌العاده‌ای بود، ولی خب به مرور گوشی که از اسفند ماه به این ور، یعنی ورژن جدید یا ساخت جدیدشون اومده، افتضاح شده. یه مشکلاتی داره که شاید برای گوشی‌های 100 هزار تومانی هم پیش نیاد. 11 تا مشکل رو من ازش فهمیدم، میخوام اینا رو بهتون بگم. خب مشکلاتشون چیه؟ یک، مشکل صدا هنگام تماس. تماس برقرار کردی، صدای بوق برات نمیاد، صدای تو برات طرف نمیره، صدای طرف برای ما میاد، بعدش هم باید گوشی رو خاموش روشن کنی که شاید ببینم وصل میشه یا نه. دو، داغ شدن بیش از حد این گوشی، اینقدر داغ میشه میگی دستم آتیش گرفت، گوشی رو پرت میکنی. سه، عمر کم باتری نسبت به ورژن قدیمش. من آوردم دو تا گوشی رو کنارم گذاشتم، یه آهنگ زدم، هر دو تا نور سفر رو تا بالا بردم، آهنگ مثلا 5 بود، بعد 5 دقیقه نگاه کردیم ورژن قدیمه 1% کم کرده، ورژن جدید 6-7% کم کرده. 4، خاموش شدن یهویی گوشی. 5، گیر کردن صفحه نمایشداری. با گوشی کار میکنی گیر کرده، هیچ کاری نمیتونی کنی، باید این سه تا دکمه بغل رو با هم بگیری، یه 30 ثانیه که گوشی ریسیت بشه بیاد بالا. 6، گیر کردن یا کندی رابط کاربری. 7، اجرای کند اپلیکیشن ها. 8، مشکل اتصال به بلوتوث. 9، مشکل اتصال به وای فای. 10، دانلود نشدن برنامه از پلی استور. 11، آنتن‌دهی افتضاح گوشی. واقعا من نمیدونم گوشی به این خوبی روز اول اینقدر فروش برات داشته، چرا ورژنشو اینقدر دستکاری میکنی؟ یاد نمیدونم چی بگم واقعا راجع به گوشی نوت 9 پرو، ولی گوشی‌های قبلیش فوق‌العاده ان، یعنی گوشی‌های قدیمی نوت 9 پرو فوق‌العاده ان. از اسفند ما به این وری مشکل براشون پیش اومده. از اینکه بازم وقت گذاشتین که ویدیو منو تا آخر دیدین ممنون. لایک و کامنت یادتون نره، سیوش کنین 100% به کارتون میاد، ارسال برای دوستان. دوستتون دارم، تا ویدیو بعدی خداحافظ.